4000 تاش منجر به قطع انگشتان میشه. بهش میگن سنسور تشخیص لامسه. یه سری پالسای میفرسته و تشخیص میده که یه جسم رسانه‌ای بهش برخورد کرده. دستگاه خیلی بد به لرزه میفته. خب ریسک خودشو داره. یه ضربه حدود 98 دلاری هست بابت خرید کارتریج دستگاه. از این سایستا میشه تو ارهای خودمون هم استفاده کرد؟ نه نمیشه. کشیده شدن تیکه به سمت پایین 5000 ثانیه طول میکشه. هزینه بازیابی انگشتا فکر میکنم خیلی خیلی بیشتر باشه. شیوا پرسیده که سایستاپ چیه؟ خیلی دوست دارم بتونم چه شکلی کار میکنه. دوستان سلام، ارادت روز بستم و خیلی خوش اومدید به این بخش از تولتاک آجو. در تولتاک ما به صورت انحصاری در مورد ابزار نجاری صحبت میکنیم. ادامه با من باشید، میخوام خدمتتون همچنین شفاف توضیح بدم. قبل از اینکه بگیم سایستاپ چیه، این کلیپ رو ببینید تا این کارکردش رو به درک ازش داشته باشید. یه آماری بهتون میگم قبل از توضیحات که احتمالاً براتون جالبه. توی آمریکا طبق آماری که هست در سال 40000 سانحه برای انگشتان دست به وسیله ارمیزی اتفاق میفته که از این 40000 تا 10% یعنی 4000 تاش منجر به قطع انگشتان میشه. و دوستانی که سایستاپ رو اختراع کردن و اجرایش کردن ادعا میکنن که ما با ساخت این تکنولوژی میتونیم خسارت 2 میلیارد دلاری که به سیستم پزشکی اونجا زده میشه رو از بین ببریم و جبرانش کنیم. حالا بریم ببینیم سایستاپ چیه و چه شکلی کار میکنه. حتما در ویدیو متوجه شدید به محض برخورد دست به تیغه یک مکانیزم فعال میشه، باعث میشه که تیغه به سمت پایین بره. اما سوال اینجاست که چه شکلی متوجه میشه سایستاپ که این دست من هست؟ یه سنسوری در سایستاپ هست که بهش میگن سنسور تشخیص لامسه که از نوع سنسورهای خازنی است. یه چیزی شبیه به همون سنسورهایی که در گوشی‌های تاچ ما داریم. میاد سیگنال هایی رو ارسال میکنه و این سیگنال ها در حالت عادی وقتی تیغه به هیچ جسم رسانه‌ای برخورد نمیکنه خب میره و برمیگرده. اما به محض اینکه به یک جسم رسانه از جمله دست انسان که بدن حکم یک رسانه رو داره برخورد کنه، اون سنسور عمل میکنه، فرمان میده به یک کیتی و اون کیت با یک حالت انفجاری و فنرگونه‌ای که داره همونطور که توی تصویر میبینید باعث برخورد به تیغه میشه و تیغه رو به سمت پایین میکشه. و این عمل یعنی کل این عمل یعنی سنس کردن و کشیده شدن تیغه به سمت پایین 5000 ثانیه طول میکشه، یعنی 5 میلی ثانیه طول میکشه یا 1/200 ثانیه طول میکشه این اتفاق بیفته و این باعث میشه که کاربر دچار حوادث ناگوار نشه و باعث قطعی دستش نشه. گفته بودم که یه سنسوری هست که یه چیزی شبیه به سنسور لمسی خازنی هست که یه سری پالسایی میفرسته و تشخیص میده که یه جسم رسانه‌ای بهش برخورد کرده. احتمالا براتون سوال پیش میاد که اگر چوب خیس یا هر چیزی که رسانه باشه رو بخوام برش بدم، یا نمیدونم یه تیکه آلومینیوم رو بخوام برش بدم یا فلز برش بدم، فلزات نرم البته، در اون صورت چی؟ آیا این اره باید عمل کنه و یه ضرر 100 دلاری به من بزنه؟ نه. یه سیستمی هست در سایستا بهش میگن بایپاس. شما وقتی بایپاس رو فعال میکنید مکانیزم سنسورش برای اون لحظاتی که بایپاس فعال هست غیر فعال میشه و شما میتونید چوب خیس یا چوبی که توش میخ داشته باشه، منگنه داشته باشه رو برش بزنید بدون اینکه اون سیستم عمل کنه. اما خب ریسک خودشو داره. سوال بعدی این که آیا سایستاپ یک کتاز این بازار هست و آیا ابزار مشابه وجود داره یا خیر؟ ابزار مشابهی که خیلی شبیه به سایستاپ باشه، البته سیستم پنوماتیکی هست توی اره‌های دورکن یا سیستم‌های تشخیص دست یا مانع هست در اره‌های دورکن و سالهاست وجود داره که معمولا پنوماتیکی است. اما سیستمی که شبیه سایستاپ باشه بله وجود داره که بوش اومده است، مکانیزم ریاکس REA2X رونمایی کرد که سال 2015 که خیلی شبیه به سایستاپ هست و بعضی از مدل‌های اره‌میزیش این مکانیزمو داره. و سوال بعدی که اینو پرسیده بودن، جالبه با اینکه سایستاپ تو بازار ایران نیست ولی دوستان خیلی خوب کنجکاوان، هم مطلبی که در مورد سایستاپ توی وبسایت آچوب گذاشتیم خیلی خوب گرفته، سال‌ها پیش گذاشتیم البته،
همین که هر وقت چنین کلیپ هایی واسه همون میفرستن و ما شیر میکنیم، بازم سوالات زیادی از همون پرسیده میشه. سوال این بود که آیا پس از اینکه این سیستم عمل میکنه یک بار استفاده است تموم میشه، یا اون تیغه قابل استفاده است، یا به دستگاه آسیب میزنه یا نه. ببینید تیغه داره با سرعت خیلی بالای حدود 5000 دور میچرخه و همچنان که داره با این سرعت میچرخه اون بلوک آلومینیوم میاد جلو و ضربه میزنه، یا در واقع تیغه میره توش گیر میکنه، در نهایت میاد به سمت پایین اون تیغه. خب این تنش خیلی زیادی رو به اسپیندل اون موتور، به خود اون ساختار دستگاه وارد میکنه و اگر اسلو موشنش دیده باشید میبینید که دستگاه خیلی بد به لرزه میفته. نکته ای که وجود داره، بله به دستگاه تا حدود زیادی آسیب میزنه، اما خب آسیب با کالیبری کردن قابل برگشت هست و تیغه هم که درگیر میشه با کار، به ادعای سازنده ساستا میگن که اون تیغه قابل تیز کردن هست، یعنی میشه ریشارپنینگش کرد و دوباره تیزش کرد، اما من فکر میکنم با توجه اون ضربه که بهش وارد میشه ریسکش بالاست و احتمالی که اون جوش بین آج و بدنه تیغه اون پلیت ضعیف بشه وجود داره. ولی خب چیزی که واضح هست حداقل ضربه مالی که با این دستگاه آدم متعامل میشه یه ضربه حدود 98 دلاری هست بابت خرید کارتریج دستگاه و احتمالاً یه هزینه هم بابت تیز کردن مجدد اون تیغه، اما فکر میکنم میارزه که آدم ازش استفاده کنه تا انگشتای دستش سالم بمونه. هزینه بازیابی انگشتا فکر میکنم خیلی خیلی بیشتر باشه. حالا بیاییم بررسی کنیم که اصلا سانستاپ کجا به وجود اومد، از کی به وجود اومد، آیا جایگزینی براش وجود داره یا نه، شرکت های دیگه بیکار بودن فقط نشستن نگاه کردن سایستاب بازار رو بگیره. سایستاب فکر میکنم در سال 2016 تو آمریکا ساخته شد توسط شرکت TTS Tool Technique System توی آمریکا، در پورتلند آمریکا ساخته میشه و فاندرهاش، یا بهتر بگم مخترعین این سیستم، سه تا مهندس میانسال بودن، آقایان استیو گس، آقایان دیوید فارنینگ و آقایان دیوید فالمر. امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. و اولین شرکتی که اومد از این سیستم استفاده کرد آقایان فستول بودن که تو ارمیزای خودشون اومدن ازش استفاده کردن. چرا فستول استفاده کرده؟ چون این شرکت برای دوستان آلمانی ما و شخصا آقای فستول هست که اومده از این سیستم استفاده کرده. حالا چند سوال هم پیش اومده که دوستان در استوریا خیلی ازم میپرسن، میگن که آقا از این سایستاب میشه تو ارهای خودمون هم استفاده کرد؟ نه نمیشه. سایستاب برای اینکه وصل بشه به اون اره نیاز به براکت خاص خودش رو داره و همونطور که گفتم تیغه حساس هست به لمس، بنابراین تیغه نمیتونه به شفت موتور و از اون طرف به بدنه وصل بشه. اینطوری شما اگر به بدنه ارمیزی هم دست بزنید اون سیستم فعال میشه و یه ضرر تقریبا 100 دلاری به شما میزنه. برابر اون تیغه هم از نظر اتصال هم عایق هست و ایزوله است نسبت به بدنه، بنابراین نمیشه اون سیستم رو توی هر اره به کار بود. در واقع مچ شده سیستم سایستاپ با همون اره‌ای که با همون در واقع ارمیزی که شما میخرید. نکته بعدی و سوال بعدی این بود که آیا من پس از اینکه از این دستگاه استفاده کردم با یک بار عمل کرد باید کلش عوض کنم؟ نه، این یه کارتریجی داره، یه سیستم حسگری داره و بعدش یه کارتریجی داره، هر بار که عمل میکنه شما کارتریج رو در میاد و یک دیگه جایگذاری میکنید، مثل پرینتر میمونه و قیمت هر کارتریج هم فکر میکنم 98 دلار باشه. تو ایران هست؟ نه، نه ارائهش تو ایران هست، نه خود سیستم سایستاب تو ایران هست و فکر نمی کنم متوجه معنیشی که ما در بازار می بینیم و قیمت های عجیب غریبی که شاهدش هستیم این سیستم حالا حالاها وارد ایران بشه. خب دوستان سعی کردم اطلاعات خیلی کوتاه مختصر خدمتتون ارائه بدم. امیدواریم که این دستگاه در ایران هم باشه به زودی، چون فکر میکنم خیلی بیشتر از اون آمریکایی ما نیاز به این دستگاه داریم با توجه به جراحت‌ها و خسارت‌هایی که می‌بینیم و با توجه به عمق فاجعه‌ای که ما در آچوب می‌بینیم به واسطه آگاهی خیلی کم دوستان از ابزار. اما فکر نمی‌کنم با توجه به قیمتش و منشی که در بازار ایران ما می‌شناسیم و می‌بینیم حالا این ابزار وارد ایران بشه، اما دوست داریم وارد بشه چون فکر می‌کنم لیاقتش رو داریم.
سوالی اگر دارید حتما در کامنت ها بپرسید، شخصا با افتخار تک تک کامنت ها رو میخونم و بهشون جواب میدم. ارادت دارم، خیلی خوشحالم که این ویدیوی تول تاک رو با من بودید.